درود گرم در بینندگان عزیز تلویزیون برابری و بازدید کنندگان سایت برابری. گفتار چهارم پیرامون اسلام و حکومت تحت عنوان جنگ فرقه‌ای و جدال برای کسب قدرت در طلوع اسلام. عمر به تحقیق ارزیابی درستی از جامعه عربی که در اون زندگی می کرد داشت وقتی که گفت اگر ما در خارج از شبه جزیره وارد جنگ با جریان‌های دیگر نشویم، در اینجا دچار جنگ فرقه‌ای خواهیم شد و به همین دلیل نیروها را برای تصرف ایران، مصر و سرزمین شام اعزام کرد. و به گونه ای که در گفتار سوم گفتم، از زمانی که ابای خلافت به دوش عثمان افتاد، در واقع نزاع قبیله ای هم آغاز شد. عثمان اگرچه شخصا در صدد کسب مال نبود، اما به اطرافیانش به اصطلاح حاتم بخشی میکرد و شمار چندی ورای قبیله خود از دیگر جریان ها را هم در واقع با رشوه در سمت خود نگه داشت. وقتی که شورش علیه عثمان آغاز شد، امپراتوری اسلامی شکل گرفته بود، یعنی از یک طرف شمال آفریقا و از جانب دیگر تا شمال شرق ایران تا ماوراءالنهر به تصرف حکومت اسلامی در آمده بود. یکی از کارهایی که عمر کرد این بود که به اون وصیت محمد عمل کرد. محمد گفته بود در عربستان بیش از یک دین نباشد و اون دینی است که ما آوردیم، دین اسلام. از این رو عمر به یهودیا و مسیحیا پیشنهاد کرد، البته عرب مسیحی و عرب یهودی، پیشنهاد کرد که از شبه جزیره خارج شن، زیرا روا نیست عرب از عرب جزیه بگیره، یعنی مالیات بگیره. میخواست که در واقع مالیات در متصرفات جاری بشه و به این ترتیب این قضیه شکل گرفت. وقتی که علیه عثمان شورش شد، میگفتند علی، حسن و حسین دو تن از فرزندان خود را به عنوان حراست و نگهبانی از اون اعزام داشت. اما نیرویی که از مصر آمده بود و اعتراض داشتند به شرایط
تبعیض آمیز حکومت نوپای اسلامی، کسانی هم از مدینه با وی با اونها همراهی شدن. یکی از این آدم ها طلحه بود. طلحه اگرچه مثل زبیر از عثمان کمک های شایانی دریافته شده بود، اما در اون لحظه به مخالفان پیوست و به همین دلیل هم در شمار قاتلین عثمان به شمار می رفت. وقتی علی به خلافت نشست، خب با وی بیعت کردن، یعنی پس از عثمان با علی بیعت کردند. اما معاویه که از جانب عثمان به فرمانروایی شام یا سوریه کنونی رسیده بود و در دمشق مستقر بود، از نه تنها حاضر به بیعت نشد، بلکه پرچم دادخواهی عثمان را هم برافراشت. از جانب دیگر سه تن از نزدیکان پیغمبر، یعنی همسر سوگولی اون عایشه، طلحه و زبیر، در بصره پرچم استقلال برافراشتند و علی به ناچار به جنگ اونها رفت. این جنگ به سود علی تمام شد، اگرچه در این جنگ عایشه را سوار یک شتر کرد و به مدینه برگردوند. اما کسی از هواداران عثمان طلحه را در همین جنگ دید، اگرچه طرفدار علی هم نبود، اما طلحه را به جرم قتل عثمان کشت. زبیرم که از جانب علی مورد بخشایش قرار گرفته بود، در بین راه توسط عده‌ای کشته شد. علی مرکز خلافت را که در دوره عثمان در مدینه بود به کوفه منتقل کرد. کوفه شهری بود که به دستور عمر ساخته شد. این شهر در حاشیه بیابان بود و عمر به سعد بن ابی وقاص ترجمه کرد که پیشنهاد کرد که حتما شهری در حاشیه کبیر بسازه، در حاشیه بیابان بسازه، زیرا عرب ها نباید خلق و خوی زندگی شهری یا شهریت را در مدینه، در اون زمان در پنج شهری که از ساسانیان تصرف کرده بودن، یعنی مدائن و شهرستان ها، زندگی شهری را اتخاذ کنند. علی این شهر را به این دلیل اتخاذ کرد که از یک طرف از شام فاصله داشت و از طرف دیگر چنین احساسی را داشت که از شرق پشتیبانی میشه، یعنی از جانب غیر عرب ها در برابر عرب ها پشتیبانی خواهد شد. هنوز هم کنشگران مسلمان عرب و شماری از پژوهشگران میگویند اسلام با عروبت یا عربیت در آمیخته بود و از زمانی که اسلام از حوزه عربیت یا عروبیت خارج شد، به دست ایرانی ها افتاد، راه انحطاط در پیش گرفت. بگذاریم از این بس،
اما در هر صورت لشکرکشی معاویه در برابر علی به بن‌بست رسید و هواداران علی کار را یکسره نکردن، زیرا همینجور که هست میگن به دستور امر آس که پس از برکناری از جانب عثمان به معاویه پیوسته بود، قرآن ها را که به نوک سرنیزه کردن گفتن ما مسلمانیم، با هم عداوت نداریم. پیشنهاد حکمیت شد. ایرانی ها و شیعه ها چه در لبنان، چه در عراق، چه در پاکستان و چه در عربستان و هر جای دیگر باور دارند که خداوند نه فقط پیغمبر را مبعوث کرده، بلکه به توصیه خداوند امامت هم گزینه شد. اما علی خودش چنین ادعایی نداشت. ادعای این که از جانب محمد گزین شده را نداشت. ادعای این که به قول قدیمی ها ذره ایزدی داره، شاهان ایرانی میگفتن ما ذره ایزدی داریم، این ادعای ذره ایزدی هم نمی کرد. اما خودش عادلتر از عثمان، عادلتر از عمر و ابوبکر می دانست، معاویه که جای خود داره. وقتی که کار به حکمیت رسید، هر کدام از دو طرف یک حکم انتخاب کردن. حکم علی ابو موسی اشعری بود، اون هم جزء 10 نفری بود که به عنوان اشعری مبشره نامیده می شدن. امر آس هم که به این سمت از جانب معاویه گزین شد جز همین 10 نفر بودن که محمد پیشا پیش براشون به ایشت تضمین کرده بود. خب امر آس وکیل علی را فریب داد، گفت تو برکنارش کن، منم اینه برکنار میکنم، امت خودش کسی دیگری را انتخاب خواهد کرد. وقتی که ابو موسی اشعری علی را برکنار کرد، امر آس معاویه را گزین کرد به سمت پیشوای مسلمانان را امام. در این میان علی به کوفه برگشت، لشکر به اطراف فرستاد که از فارس و جنوب عراق یا بصره لشکری به سوی اون بیاد و بار دیگر با معاویه بجنگه. اما گروهی از هواداران اون شورش کردند. شورش اونا هم به حق بود. میگفتند چرا حکومت بایستی فقط از قریش باشه؟ قریش دو در واقع جناح بزرگ بود، یکی بنی هاشم که محمد و علی از اونها بودن، یکی عبدالشمس که عثمان و معاویه و دیگران از اونجا بودن. خوارج به علی گفتن نه تو و نه معاویه، حکومت از ما، به یک اعتبار دموکراسی قبیله ای. علی قبول نکرد و به جان اینا افتاد. در این جریان
بخشی از اونها از جنگ با علی رویگردان شدن و از جبهه رفتن. اما از اون 4000 نفری که اعتراض کرده بودن و به نام خوارج معروفند، علی 2800 تاش در جنگ زد. از بقایای این خوارج 3 تن نامزد شدن که در یک شب معاویه، امرؤاس و علی را بزنن. قاتل علی در مسجد کوفه ضربه ای به فرق علی زد و علی پس از 3 روز کشته شد. اما ضربه ای که به معاویه خورد کارساز نبود و اون کسی که سراغ امرؤاس رفته بود موفق نشد. وقتی طرفداران معاویه ضارب را گرفتن، اون مژده داد که علی و امرؤاس هم در این روز کشته میشه. با کشته شدن علی، البته 3 روز یا 2 روز پس از این ضربه زنده بود. ابن ملجم قفاری را بازداشت کردن، گفت اگر زنده موندم خودم میزنم، اگر نه شما به من یک ضربه زده با یک ضربت بکش. امام حسن را جانشین خودش کرد. یعنی اون قراری که پس از ابوبکر بود مردم با کسی بیعت می کردن، یا قراری که عمر گذاشت به عبدالرحمن ابن عوف مأموریت داد به همراه 5 نفر از علی و عثمان یکی را انتخاب کنه، علی اینه زیر پا گذاشت. لشکری که علی سفارش داده بود به امام حسن رسید و امام حسن هم با معاویه جنگید. اما هیچ کدام پیروز نشدن و صلح کردن. آشتی. امام حسن قبول داشت که خلافت از آن معاویه باشه و در عوض معاویه مالیات فارس و بصره را به امام حسن داد، یعنی درآمد هنگفتی از سرزمین‌های تحت سلطه احکام اسلامی. خب اینجا وقتی شیعان میگن امام حسن امام دوم، امام حسین امام سوم، امام علی زین العابدین چهارم، میبینیم که اونها خودشون چنین ادعایی نکردند. امام حسن پذیرفت که خلافت از آن معاویه باشه و یکی از زنان نزدیک به خودشم به امام حسن داد و توسط همین زنم امام حسن را مسموم کرد. شیخ رازی آل یاسین کتابی نوشته که این را خامنه ای ترجمه کرده به عنوان در واقع نوع سول نرمش قهرمانانه. وقتی هم این قرارداد برجام را امضا کرد گفت نرمش قهرمانانه، یعنی تسلیم شدم به معنای نرمش قهرمانانه. معاویه در آستانه مرگ، یعنی به سن کهولت رسیده بود، 20 سال حکومت کرده بود. پس از 20 سال حکومت در آستانه مرگ برای پسرش یزید بیعت کرد.
و خودش به مدینه رسوند. در مدینه این را بگم که امام حسن پس از صلح قرار شد در مدینه مستقر بشه، امام حسین هم با اون و فرزندانش هم در مدینه موندند، یعنی ساکن مدینه شدن، ساکن کوفه نشدن و نموندن، حکومت کوفه به دیگری واگذار شد، از دست اینها خارج شد. معاویه 4 تن را با خودش آورده بود و 4 نفر حاضر نبودن بیعت کنن. یکی حسین پسر علی بود، یکی عبدالله پسر زبیر بود. اینها نه مثبت نه منفی نگفتن بیعت میکنیم، نگفتن بیعت نمیکنیم. امام حسین به معاویه پیشنهاد کرد، گفت تو بیعت نگیر، بذار مردم خودشون بیعت کنن، تو پشت یزید و نیست. گفت نه ما میسم. گفت بیا کار عمره بکن، یک هیئتی را تعیین کن که اونها خلیفه را تعیین کنن. گفت این کار را هم نمی کنم، مگر علی این کار کرد؟ گفت علی در آستانه مرگ امام حسن را گزینش کرد، حسنم در آستانه مرگ تو را انتخاب کرد، حسن چرا این کار را نکرد؟ منم نمی کنم. به این ترتیب میبینیم پس از مرگ معاویه یزید به خلافت میرسه و میخواد از امام حسین و عبدالله ابن زبیر بیعت بگیره. این دوتا بیعت نمی کنن. عبدالله ابن زبیر مکه و مدینه و بخش مهمی از عراق را به تصرف در میاره و در مدینه مستقر میشه. علی هم، حسین هم راه کوفه را پیش میگیره. پیشا پیش یکی از برادرزاداشا برای بیعت میفرسته، اگرچه میگن در بدو عمل بیش از 100,000 نفر بیعت میکنن، اما هنوز امام حسین به اونجا نرسیده که اونها از بیعتشون روگردان میشن و به ابن زیاد میپیوندن و ماجرای کربلا پیش میاد. شیعه ها مسئله امام حسین را علن کردند به عنوان تنها جریانی که در اون دوره در برابر خلیفه ایستاده است، اما این واقعیت نداره. به همین گونه که حسین در کربلا ایستاد، عبدالله ابن زبیر هم در مدینه ایستاد. داستان این عبدالله ابن زبیر جالبه، داستانی که بیهقی هم نقل کرده در تاریخ بیهقی. عبدالملک ابن مروان مأمور میشه از جانب یزید که بیاد از وی بیعت بگیره یا اون را به سزای اعمالش برسونه. عبدالملک تلفاتی به نیروی عبدالله میزنه و پس از اون خودش به شام برمیگرده و امور رو به حجاج ابن یوسف میسپردازه که این حجاج ابن یوسف یکی از چهره های خشن صدر اسلام. عبدالله بن زبیر در
مدینه آرایش نظامی میبینه. در این حال با مادرش دیدار میکنه. مادر اون اسما خواهر عایشه است و دختر ابوبکر، یعنی به همون نسبتی که حسین فرض کنیم نوه پیغمبره، عبدالرحمن زبیر هم نوه ابوبکر و مادرش دختر ابوبکر و خواهر همسر محمد. مادر بهش میگه که این میگه من مشکل فقط رو دارم. مادر بهش میگه دلاورانه بجنگ، اصلا تسلیم نشو، من نگران نیستم. و جالبه در این دوره این یزید هم مدینه را خراب میکنه و هم مکه را، که عبدالله در مکه مستقر میشه و بخشی از کعبه را ویران میکنه. یعنی کعبه‌ای که به اصطلاح جایگاه تقدس مسلمان هست و کعبه‌ای که میگن خانه ابراهیم بوده، محمد خودش در اونجا طواف کرده. البته محمد تا 38 سالگی که کافر بوده اونجا طواف میکنه، بعدم مسلمان میشه بازم طواف میکنه. همه کارهایی که در دوره جاهلیت میکنن در دوره اسلام هم میکنن، از جمله زیارت حجر الاسود، یعنی سنگ سیاهی که در درون خانه کعبه است. بعدن خانه را مقامت میکنن. ولی وقتی که اسما به کعبه میرسه و خبر پیدا میکنه که پسرش کشتن، میره رو جنازش، در حالی که سر اون رو هم مثل امام حسین جدا کردن و برای یزید فرستادن. اما این زن ناله و زاری نمیکنه. یعنی عروبیت جنگ فرقه‌ای در میان عرب‌ها در صدر اسلام هم مثل دوران ما قبل با همون خشونت بوده که حجاج ابن یوسف میگه در شگفتم اگر این مردی بود چه کار میکرد. نگفتن اونه. البته عایشه هم به سهم خود با معاویه در میفته و معاویه میگه اگر زن پیغمبر نبودی چه کارت میکردم. یعنی اصل قضیه این است که جنگ فرقه است، برای کسب قدرت، برای حکومت. جالب این است که چند سال، اولا یزید بیش از 3 سال خلافت نمی‌کنه و به تعبیری به علت افراط در مشروب یا به هر حال مسمومیت از بین میره. در کوفه مختار ثقفی قیام میکنه و قاتلین امام حسین را مجازات میکنه. حتی یکی از ایشان هم که فرار میکنه بعدن گیر میارند و میزنند. نمیدونم بینندگان عزیز اون پرده های مختار رو دیدند یا نه. ما بچه که بودیم این پرده های مختار رو نشون میدادند. مختار قاتلین امام حسین را توی روغن داغ میندازه، یعنی خشونت متقابل.
اونا به همون خشونتی که امام حسین و اون یارانشو در اون سرای کربلا به قتل میرسونن، این هم میرسون. این را به این قضیه بیان کردم که اصولا هیچ کدام از این سه تا امامی که مطرح شدن ادعای معصومیت نداشتن، ادعای این که از جانب خدا مبعوث شدن نداشتن، ادعای این که پیغمبر اینها را گزین کرده نداشتن. میگفتند حکومت مال ماست، مال جده ماست، مال قبایل و طایفه ماست. خوارج به سم خودشون حکومت تشکیل دادن و بنیاد مذاهب زیادی را گذاشتند. یکی از کارهایی که این خوارج کرد این بود که فرقه ای از اونها به نام عبازیه رفتن حجرالاسود را دزدیدن یا برداشتن. حجرالاسود را بردن در لحسا، دوپارش کردند، اونها مدر شدن، توالت ساختن، دو تیکه سنگ را دو لبه توالت ساختن. خیلی از کسا گفتن اگر محمد این سنگ را زیارت نمی کرد ما زیارت نمی کردیم. از جمله بسیاری از ایرانی ها. و سرانجام پس از 150 سال این سنگ را برگردوندند و روی اون را پوشوندند. کسی هم که الان باز کنه این سنگ دو پاره است، دیگه مثل گذشته یک پاره نیست. جنگی که در این سطر آغاز شد همون گونه که در گفتار پیشین گفتیم، سرانجام به اینجا رسید که فرزندان عباس که خودشون را وارث پیغمبر میدونن به کمک ایرانیان حکومت بنی امیه را سرنگون کنن. بخش دیگری از مسلمانان که خود را از نواده های فاطمه می دانستند به نام فاطمیان در مصر بساط خلافت برقرار کردند. یعنی در حوزه اسلامی دو خلافت به وجود آمد، یکی در شرق در بغداد، یکی در غرب در قاهره. این یک ور قضیه بود. سوی دیگر قضیه تبلیغاتی که از جانب فاطمیان صورت می گرفت و پیش از اینها در رابطه با بنی امیه یک نکته ظریف دیگری را هم باید بیان کنم که فقط قیام از جانب امام حسین نبوده. این داستانها را در دوره صفویه ساختم. اصلا مسئله در کربلا کمبود آب نبوده. بنا به مستندات تاریخ امام حسین و یارانش صبح تاسوعا قصد کردم، یعنی به اندازه کافی آب در اختیار داشتم و به گفته مطهری دختری هم به اسم رقیه نداشته که اونها تیر بندازن. عباس هم برای رفتن آب کشته نشده. اما پس از این جریان
یکی از نواده های امام حسین به اسم یزد علیه بنی امیه قیام میکنه. این زید به نوبه خود دلاوریست در گرگان و منطقه شمال میشه گفت یا جنوب شرق دریای مازندران، دریای خزر. این در برابر نیروهای خلیفه میست و پس از اون پسرش یحیی اگرچه جوانی 18 سال است اما به سهم خودش با نیروی در برابر گماشتگان خلیفه میسته و وقتی بر اون غلبه میکنن جنازش را در گرگان کربا میگفتن جرجان به دار آویزان میکنن تا وقتی که ابو مسلم قیام میکنه اون جنازه را از دار پایین میکشه. خب میبینیم که 12 امامی که شیعیان کردن جعله. اگر واقعی باشه پس از زین العابدین این پسرش زیده که می جنگه و پس از اون یحیی پسر زیده. اما شیعیان خواستن تکمیل کنن به شماره 12 ما 12 تا امام داشته باشن و به این ترتیب میبینیم که دکانی باز میکنن به نام امامت. اما این دکان در اسلام به هیچ وجه واقعیت نداره جز این که آخوندها از این دکان به خوبی بهره برداری کردن برای کسب مال و منال و قدرت. به درده ببینیم هنوز 60 سال از هجرت محمد نگذشته که این امپراتوری دچار چنین تشتتی میشه و فرزندان نسل اول یاران پیغمبر به این صورت گرفتار میشن. احساس میکنم که این بخش را به این نقطه خط کنیم که رقابت بین بنی عباس و فاطمیان به اوج خودش رسید و فاطمیان اومدن ممالک اسلامی را تقسیم کردن به 12 حوزه و برای هر حوزه یک مستحب فرستادن و در این حال سازمان تروریستی را هم را انداختن. ما در صدر اسلام در دوره محمد یک وجه تروریسم میبینیم، خرابکاری میبینیم. محمد وقتی بنی قریظه را محاصره میکنه دستور میده نخلاشونه ببرن. اونا میگن که تو آدم رؤوف و مهربانی هستی، نخل برای عربا خیلی اهمیت داره، حیات زندگی. آیه میاره که نه، باید برید اموال مخالفین اسلام را. با بنی صغیر 25 روز محاصره طول میکشه، دستور میده تاکستانا را آتش بزنن. اونا وقتی تاکستانشون آتش بزنن دیگه چیزی براشون نمیمونه، حاضرن تسلیم میشن و تاکستانا آتش نگیر.
معاویه برای غلبه بر علی تروریست را انداخت، سر کاروان ها عملیات تروریستی انجام می دادن، همون گونه که محمد خودش با کاروان های مکه انجام می داد. جریان فاطمیان هم که می گفتن ما نوادگان فاطمه دختر پیغمبر هستیم، در حوزه حکمرانی بنی عباس و حکومت سلجوقیان تروریست رو مینداختن، حسن سبا و آدمهاش که در قلعه علمود گرد اومدن یک سازمان تروریستی تمام عریان را در حوزه اقتدار هخامنشیان مستقر کردند که در واقع به سود هم خلفای بنی عباس تمام می شد، هم به سود خلفای فاطمی. این در واقع شمایی است از صدر اسلام. اما رقابت یزید و حسین یک جنبه عشقی هم داشت. دختری به اسم زینب بن اسحاق، دختری است که هر دو طرف خواستار اون هستند، هم یزید و هم امام حسین. اما نهایتاً این زن نصیب امام حسین میشه و یه بخش کینه یزیدم که توصیه کرد سر امام حسین را برای اون بیارن، سر این محورم میتونه باشه، اگرچه مسئله اصلیش مسئله حکومت و قدرت بود، اما مسئله عشقی هم در این میان کار کرده. سوای جنگ قبیله ای، سوای جنگ قدرت، جنگ عشقی هم در این میان بیگمان کارساز بود. با درود تا گفتار آتی.